به مجله خبری 9 شب از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. تازه ترین خبرها و تحلیل ها را در این ساعت با من مرضی حسینی از استودیوی ما در واشنگتن و همکارم طارق عظیم از استودیوی ما در لندن دنبال کنید. سرخط خبرها. مونگا دریس او نفر او دریس او نفر او نمونگا پندوس نفری تا تبدیل کو روانی کو مرد غاڑی تالتا تیلپ کو مونگا مرمی شدید جنگی او کو مونگا ویشتلو. شواهدی تازه از رگبار افغانها در مرز ایران. زخمیان به شفاخانه نیمروز رسیدند. شماری هنوز مفقودند و خبری از هیئت بررسی طالبان نیست. مانع تراشی طالبان در برابر واکسن فلج اطفال. طالبان از یونیسف خواسته دست از کارزار اطلاع رسانی پولیو بکشند. نمایشگاهی از آرزوهای برباد رفته، تابلوهای حاکی از رنجهای زنان افغان در پاریس به نمایش درآمد. از تحقیر کشور ما در افغانستان تا جنگ در اوکراین، کابوس در مرزهای ما، فاجعه تورم در کشور، همه به بایدن خواب‌آلود رابطه دارند. و تاخت و تاز ترامپ به هریس و بایدن. ترامپ میگوید خروج تحقیرآمیز آمریکا از افغانستان به بایدن خواب‌آلود رابطه دارد. سلام بر شما. دو هفته پس از تیراندازی به افغان‌ها در مرز ایران و پاکستان به تازگی شماری از زخمی‌ها به نیمروز رسیدند. بله، مرجع نهاد حقوق بشری هالوش با انتشار ویدیوهایی از این افراد نوشته که مجروحان در بیمارستان در نیمروز بستری هستند. همینطور بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، طارق، افراد زخمی تاکید میکنند که پس از حمله به پاکستان رفتند و پس از چند روز تلاش در پاکستان با کمک نیروهای پاکستانی به نیمروز منتقل شدند. دقیقاً. از طرف دیگر طالبان هم پس از انتشار خبر تیرباران افغانها در ایران از نهادهای حقوق بشری خواستند که باید در این خصوص تحقیق شود. طالبان گفتند که هیئت رهبر بررسی هم گماشتند، اما تا هنوز از هیئت طالبان هیچ گزارش منتشر نشده. اما اینکه چرا طالبان در قبال کشتار افغان‌ها سکوت کردند و اینکه چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست اجساد کشته شدگان را تحویل دهد، موضوعاتی است که در این ویژه برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما در ابتدا گزارشی از همکارم رحمان کاکر. کلگان سراوان، مرزی بین ایران و پاکستان، راه‌های دشواری که هر از گاهی جان ده‌ها افغان غریب و کارگر را می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها حدود دو هفته پیش در حمله نیروهای سرحدی ایران بر یک گروه 300 نفری افغان‌هایی که قصد ورود به ایران را داشتند، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری هالوش به تاریخ 23 میزان به نقل از منابع خود خبر داد که نیروهای سرحدی جمهوری اسلامی در این حمله بر افغانها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده است. با گذشت نزدیک به 15 روز از حادثه کلگان سراوان، به تازگی دیروز یک گروه 50 نفره از افغانهایی که بعد از آن حادثه به پاکستان فرار کرده بودند، با 6 زخمی، 2 کشته و 12 نفر مفقود به ولایت نیمروز رسیدند. مونگا دریس او نفر او دریس او نفر او نمونگا پندوس نفری تا تبدیل کو روانی کو مرد غاڑی تالتا تیلپ کو مونگا مرمی شدید جنگی او کو مونگا ویشتلو. بر اساس گزارش ها 13 جسد دیگر از افغان ها که در این حمله کشته شده اند در سردخانه شفاخانه سراوان ایران قرار دارند. آگاهان میگویند که ویدیوهای منتشر شده پی در پی از کشته ها، زخمی ها و شاهدان عینی واقعیت این حادثه را آشکار می کند. در حدود بیش از 200 تن هستند کشته و زخمی و این تعداد کمی نیست که در این رابطه غفلت صورت بگیرد. در گذشته هم حوادث در این مرز اتفاق افتاده، حوادث مثل آتش زدن مسافرین، مثل بدرفتاری با مسافرین، قتل مسافرین. مقام های ایرانی در ابتدا وقوع این حادثه را در منطقه کلگان سراوان تکذیب، اما بعدا سکوت کردند. پس از خشم عمومی و واکنش های گسترده، طالبان برای بررسی این حادثه از تعیین یک هیئت بلندپایه خبر دادند، اما تا امروز نتیجه تحقیقات این هیئت منتشر نشده است. سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار تحقیق جدی و شفاف در این زمینه شدند.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، فقر و تنگدستی شدید دامنگیر مردم افغانستان شده که آنها را مجبور می کند برای یافتن لقمنانی راه های مرگبار کشور همسایه را بجان بخرند و راهی دیار غربت شوند. بر اساس آمارهای غیر رسمی در 3 سال اخیر 8 میلیون نفر افغانستان را ترک کردند و طبق گزارش اوچا در سال 2024 نزدیک به 23 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند. رحمان کاکر، لندن. آقای حسن حسینی، مسئول خبرگزاری هرات تایمز از آلمان همراه ما هستند. جناب حسینی، دلیل سکوت طالبان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم خوب باشین. برای بیننده عزیزم سلام عرض میکنم. امروز وقت ما با منابع صحبت کردم در دولت، امروز با مذرت برام گفتم که اخبار رسمی در این مورد وجود نداره، ولی اخبار غیر رسمی حاکی از این است که تعداد زخمی های که 6 نفر گفته میشه اینا به نیمروز منتقل شدن و از نیمروز با مذرت به سمت کابل منتقل شدن، ولی هیچ خبر رسمی تا همین لحظه در مورد وجود نداره. این که طالبان چرا سکوت کردن در مقابل قضیه که چرا سانسور میکنن برای هیچ کس مشخص نیست، ولی خب یک چیزی میتونه برسونه، ویدیوهای متعددی که از این قضیه منتشر شده چیزی میتونه برسونه که اتفاق شبیه این در گذشته هم رخ داده ولی که رسانه‌ای نشده نشده. آنچه که مردم تقاضا دارن از طالبان است که بالاخره هیئت حقیقتیاب که طالبان مسئولیت دادن برای از کمپتون کار رو بکنه زودتر به یک نتیجه برسه، اگرچه در یک نتیجه ابتدایی اعلان کرده بود که این قضیه رخ نداده. با مقام های ایرانی هم که صحبت کرده بودن هر دو گروه به نوعی در صحبت های اولیه خود تکذیب کردن، بخصوص جانب افغانستان، جانب طالب ها که گفتن که یک قضیه وجود نداره و بیشتر یک شایعه که از طریق رسانه ها به نوعی دست به دست میشه و پخش میشه. گویا شما در تماس هستید، در ارتباط هستیم با شماری از این افراد، شنیده های شما از چه چیزی حکایت میکنه؟ من تلاش کردم با خانواده های افراد صحبت بکنم. قبلا گفته شده بود که بعضی از زخمی های این رویداد از ولسوالی موریچا قبلت بادقیس هستن. من تماس گرفتم اونجا با چند تا از منابعی که داشتم صحبت کردم، گفتم که هیچ کسی از ولسوالی موریچا به سفر نبوده، یعنی با این گروه همراه نبوده. یک چیزی که خیلی مهمه برای همه، برای رسانه هایی است که باید تعدد منابع در قضیه های اینچنینی و خصوص نگاه بکنن. ما به عنوان خبرنگار وقتی قضیه رو پیگیری میکردم، برام تعجب جالب بود که تعجب کردم که چرا فقط نهاد حقوق بشری حالبش با یک صفحه اینستاگرام تنها یک کلیپ رو پخش میکنن، چرا از طریق هیچ نهاد دیگه پخش نمیشه. در گروه های متفاوتی که در ولایت فرا و همچنین در ولایت نیمروز گروه واتساپی وجود دارم، عضو هستم، پیگیری میکنم، اخبار از اون تعقیب میکنم، هیچ رد پای از قضیه بجز اون اتفاقی که از اول افتاده بود دیگه چیزی تقابل نشد. و آنچن کلیپ هایی که در اون گروه ها به نوعی بین مردم رد بدل شده بود، بین جامعه به حساب حالا مدنی گفت مدنی طور مثلا بگیم رد بدل شده بود، کلیپ هایی بود که از طرف حالوش منتشر شده بود. هنوز واقعیت قضیه تا زمانی که هیئت به حساب نتونه قضیه پیگیری بکنه سردرگم و کلاف قضیه هنوز باز نشده. من فکر میکنم با گذشت هر روز پیچیده‌تر میشه. چیزی که مهمه اینه که نهادهای حقوق بشری مستقل واقعا وارد عمل بشن. کار سختی نیست، نه در ایران، نه در افغانستان، نه در پاکستان. یک سوال مهمتر اینه که چرا این افراد از ایران به پاکستان فرار کردن و از پاکستان به زودترین فرصت نتونستن وارد نیمروز بشن. خب چطور ممکنه این قضیه؟ چرا پاکستان در یک تبادل، در یک دادو گرفته به حساب دیپلماتیک رسمی اینا رو در خصوص طالبان اگر برای ما بگین؟ شما اشاره بسیار درستی کردیم به اینکه اطلاع رسانی بشه، منتشر بشه، تا زمانی که طالبان این انفعال نسبی رو که ما ازشون شاهد هستیم همچنان ادامه بدن، آیا میشه این دادخواهی رو ادامه داد یا خیر؟ خب قطعاً وجود نداره. جواب سوال شما این است که نه خیر، اصلا به این عنوان تا زمانی که طالب ها حاضر نشن که در مورد درست و دقیق اطلاع رسانی بکنن قطعاً چیزی نمیتونه دست چیز بشه، به دست بیه، گزارش جدید، اطلاعات جدید به دست بیه. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که باید نهادهای حقوق بشری مستقل وارد عمل بشن.
برای یونیسیار، برای نهادهای متفاوت حقوق بشری که در دنیا فعالیت میکنن، برای روی مهاجرت اصلا کار سخت نیست که ورود به این قضیه داشته باشن در پاکستان و همچنین در افغانستان و آره در ایران. سازمان هایی مثل UNHCR که شما بهش اشاره میکنید در منطقه و کشور دفتر دارن و فعالیت میکنن، آیا اونها به نظر شما با توجه به اطلاعاتی که شما دارید اونها تایید کردن چنین حملاتی رو به طور مشخص یا خیر؟ در مورد خود این مسئله فکر این حمله همین قضیه گفتم که زمان میخواد که یکم باز بشه. هنوز هیچ نهاد حقوق بشری در هیچ در همین منطقه های مرزی در هیچ اطلاعیه صحبت در مورد قضیه نکرده. من فکر نمی‌کنم که نه ایران نه افغانستان و نه پاکستان قدرت کنترل اطلاعات در این نهادهای بین‌المللی جهانی حداقل داشته باشن، بخصوص در این منطقه مرزی که یک منطقه فوق امنیتی به حساب شمرده میشه. بر صورت امیدوارم که قضیه شفافتر بشه، هم برای من هم برای مردم و هم برای همه افرادی که بالاخره پیگیر این قضیه هستن. این خبر و این حادثه باعث شده تعداد مهاجرینی که به طور غیرقانونی تلاش میکنن وارد ایران بشن کمتر بشه یا خیر بنا به اطلاعات شما از وضعیت موجود در میدان؟ نه، وضعیت در افغانستان وخیمتر از چیزی است که با این اتفاقهای شبیه این یا اخبار شبیه این کسانی که قصد دارن به ایران یا پاکستان غیرقانونی مسافرت بکنن مهاجرت بکنن کمتر بشه. هر روز ما میبینیم که تعداد زیاد مهاجر از پاکستان از ایران به افغانستان برگشتانده میشن، چه در طالبان چه اجباری. اینا بالاخره در افغانستان فضای کار مساعد نمیبینن. وقتی میبینن که طالبان هم به گونه درست فضای کار مساعد نکردن برای اونا، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان خراب است، مردم پس دوباره مجبور میشن که دوباره با سفرات همین راه قاچاق دوباره پس بدارن. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم در اکثر هتل ها در نیمروز در خوابگاه در نیمروز مسافران منتظرن که قاچاقبران تیر بکنن به طرف ایران. متشکرم از شما جناب آقای حسن حسینی، مسئول خبرگزاری هرات تایمز که از آلمان همراه ما بودید. وزارت صحت طالبان از آغاز دوباره کارزار واکسن پولیو در برخی ولایات خبر داده است. این گروه پیشتر کمپاین واکسن علیه فلج کودکان در افغانستان را برای دو ماه تعلیق کرده بود. سازمان بهداشت جهانی برخلاف ادعای طالبان از ثبت بیش از 20 مورد واقعی مثبت پولیو در کشور ابراز نگرانی کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان نصیر بهزاد. این تازه ترین تصاویر از آغاز کارزار واکسن پولیو است که طالبان منتشر کرده. کمپاینی که نه در سراسر کشور بلکه صرفاً در 16 ولایت و برای 3 روز در نظر گرفته شده. نحوه تطبیق واکسن از خانه به خانه هم تغییر کرده. محلات رساندن این قطره های حیاتی برای اطفال مساجد تعیین شده. یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علمای کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي. تطبیق واکسین پولیو پس از ماها تعلیق توسط طالبان دوباره و آن هم با شرایط متفاوت آغاز شده. طالبان حتی گزارش سازمان بهداشت جهانی را که گفته در چند ماه گذشته چندین کودک به بیماری فلج مبتلا شدند قبول ندارند. اما سازمان بهداشت جهانی موارد زیاد واقعات مثبت پولیو را امسال ثبت کرده. از ولایت هرات گرفته تا نورستان و البته ولایات هم در جنوب و شرق. 22 مورد فلج اطفال امسال در این گستره جغرافیایی به ثبت رسیده. ویروس خطرناک تداوی ندارد اما با تطبیق واکسن قابل پیشگیری است. سازمان بهداشت جهانی از آغاز سال جاری تا کنون 22 مورد فلج کودکان را در 10 ولایت ثبت کرده است. این سازمان نهم میزان از ثبت 3 واقعه مثبت در ولسوالی‌های میوند و غورک قندهار و نهر سراج هلمند خبر داد. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید یک فرد مبتلا به پولیو می‌تواند تا 200 کودک سالم را به این ویروس مبتلا کند. افغانستان و پاکستان دو کشور است که پولیو در آن نه تنها ریشه‌کن نشده که در حال افزایش است. برغم نگرانی های فزاینده اما منابع میگویند طالبان از یونیسف خواسته تبلیغات واکسن پولیو را به جای رسانه های داخلی به ملاهای مساجد واگذار کند. مسئولان برخی رسانه های محلی نیز اعلام کردند که در چند ماه اخیر کمپاین واکسن فلج اطفال متوقف شده است. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. نصیر بهزاد، لندن. ممنون که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
و حالا هم نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی سقوط یک موتر بر رودخانه در منطقه نیکاباد ولسوالی گیزاب اروزگان دست کم 8 نفر جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شد. حادثه زمان رخ داد که موتر در حال عبور از یک پل چوبی بود و پس از شکسته شدن این پل موتر بر رودخانه افتاد. اداره ترانسپورت طالبان در ولایت اروزگان اعلام کرد که این رویداد شب یک شنبه رخ داده است. این موتر با 10 مسافر در حال بازگشت از ایران بوده است. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای خواستار ایجاد حکومت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان شده است. جانگ مینگ دبیرکل این سازمان تاکید کرده که تشکیل حکومت فراگیر به نفع افغانستان، منطقه و کل جامعه جهانی خواهد بود. او گفته موضوع افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. طالبان به درخواست‌های مکرر برای تشکیل حکومت فراگیر پاسخی ندادند. یک گزارش تحقیقی رخشانه نشان می‌دهد که اداره طالبان مراکز مذهبی اسماعیلی‌ها در ولسوالی شغنان بدخشان را به مدرسه تبدیل کردند. رسانه رخشانه گزارش داده که طالبان ده‌ها کتاب مذهبی اسماعیلی‌ها را جمع‌آوری کرده و به جای آنها فقه مورد نظر خود را تدریس می‌کنند. آیبک عثمانوف دیپلمات 62 ساله ازبکستان به عنوان سفیر این کشور در افغانستان منصوب شد. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که او دانش آموخته زبانشناسی و سفیر پیشین این کشور در پاکستان و مصر بوده است. ازبکستان پیشتر کاردار طالبان برای سفارت افغانستان در تاشکند را پذیرفته بود. پس از بازگشت دوباره طالبان، ازبکستان روابط گسترده با این گروه ایجاد کرده است. گروهی از افغانهای مقیم بریتانیا گرد هم آمدند تا راه‌های تازه‌ای را برای رونق کارشان جستجو کنند. هدف آنها از این گردهمایی چیست و با چه برنامه‌هایی می‌خواهند که کارشان را بهتر بسازند؟ جزئیات را نقیب بیان ارائه می‌کند. گردهمایی افغانها در لندن. تلاش برای رونق کار، رشد و ارتباط مؤثر. شبکه‌ای که بتواند تمام متشبثان افغان را که در بخش‌های مختلف کار و سرمایه گذاری کرده گرد هم بیاورد تا همه از شرایطی که کشور میزبان به اختیارشان گذاشته سود ببرند. ماموریت ما تنها ایجاد اتحاد میان اقوام نیست. ما تلاش می‌کنیم دیدارهای ماهانه را تنظیم کنیم تا بر مبنای آن به یکدیگر نزدیک شویم. با این ترتیب سازمان‌های اشتراک کننده که در بخش‌های گوناگون کار می‌کنند یکدیگر را کمک کنند. کسانی که در این گرده همایی شرکت کرده اند همه مهاجران افغانند. مهاجرانی که وضعیت کشور آنها را وادار به ترک خانه و کاشانه‌شان ساخته. بیشترین فعالان جوان‌هایی اند که در بریتانیا تحصیل کرده و حالا در مشاغل گوناگون مصروف فعالیتند. از هتلداران گرفته تا شماری که در پروژه های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی اشتغال دارند. همه کار و زندگی را در بریتانیا از صفر آغاز کرده و تجارب خوبی دارند. مانند این اشتراک کننده که کارش کمک به مردم در خرید خانه و به دست آوردن مارگیج است. خدمات ما شامل ارنج کردن مورگیج های متفاوت است که شامل مورگیج رزیدنشل، بای تو لت، کمرشل و همچنان لایف اند بیلدینگ انشورنس. در ابتدا برنامه ما شکل بود که ما خواستیم یک برنامه اینترنشیپ داشته باشیم. یک تعداد چیزایی که در فایننس تحصیل دارن اونا را برای کاری گریم. اشتراک کننده ها در مورد تجاربشان مختصرا صحبت کردند. برخی هنرمندانی که در بریتانیا زندگی می کنند نیز برای تبادل تجارب به اینجا آمدند و گرد همایی افغانها را ثمر بخش خواندند. یا علی شای قلندر، یا علی شای قلندر. خب برنامه ما شما راجع به هرچی که هست همین شما را سپورت میکنیم، یعنی کمک میکنیم، باید به دیگر خود کمک کنیم و همیشه وقتی کمک کنیم نتایج به مرور زمان میبینیم. ثمر بخشی ایجاد شبکه تازه افغانها در لندن با تداوم و ابتکار بیشتر نیاز دارد. اشتراک کننده ها تاکید کردند که دیدارها
و نشست‌هایشان را منظم‌تر و با برنامه‌ریزی‌های بهتر در آینده ادامه دهند. با باور آنها رمز رشد کار و تجارت در جهان امروزی که با پیشرفت تکنولوژی به دهکده کوچکی تبدیل شده در اعتماد، همکاری چند جانبه و ابتکار است. نقیب بیان، لندن. شما بیننده مجموعه خبری تحلیلی ما از استودیوی واشنگتن و لندن هستید. و نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مونگا دریس او نپر او دریس او نپر او نمونگا پندوس نپری تا تبدیل کو روانی کو مرد غاڑی تالتا سیده پو مونگا مرمی شدید جنگ او که مونگا ویشتلو. شواهد تازه از رگبار افغانها در مرز ایران. زخمیان به شفاخانه نیمروز رسیدند. شمار هنوز مفقود هستند. خبر از هیئت بررسی طالبان نیست. مانع تراشی طالبان در برابر واکسن فلج اطفال. طالبان از یونیسف خواسته دست از کارزار اطلاع رسانی پولیو بکشند. نمایشگاهی از آرزوهای برباد رفته. تابلوهای حاکی از رنجهای زنان افغان در پاریس به نمایش درآمد. از تحقیر کشور ما در افغانستان تا جنگ در اوکراین، کابوس در مرزهای ما، فاجعه تورم در کشور، همه با بایدن خواب‌آلود رابطه دارند. و تاخت و تاز ترامپ به هریس و بایدن. ترامپ میگوید خروج تحقیرآمیز آمریکا از افغانستان با بایدن خواب‌آلود ارتباط دارد. نمایشگاه هنری از تصاویر زنان افغان در پاریس برگزار شد. در این نمایشگاه زنان در کانون توجه قرار گرفتند که امید خود را نسبت به آینده از دست دادند. در این نمایشگاه تصاویر و عکس‌ها و قصه های روزمره دختران و زنان افغان به نمایش گذاشته شده است. همکار ما اسما سرگند جزئیات از این نمایشگاه را در این گزارش ارائه می کند. سرزمین بدون زن، سرزمینی که در آن حقوق زنان در چهار دیواری خانه محدود شده، سرزمینی که در آن دختران مانند مسکای 14 ساله به زودی در بدل مال و چند تا پنل خورشیدی ازدواج خواهند کرد. ده ها تصویر از زنان و دختران افغان در نمایشگاه پاریس به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه نگاه اجمالی به زندگی خصوصی، ناامیدی ها و لحظات نادر از شادی های دختران و زنان افغان را به تصویر کشیده است. این نمایشگاه ناامیدی و تنهایی زن افغان را به جهان نشان می‌دهد، به جهانی که طالبان و استبداد حاکم در افغانستان را نسبت به آزادی و حقوق زنان ترجیح داده است. ما از صد زن و دختری که آنها دیدیم فقط یک سوال را پرسیدیم: آیا امید دارید که وضعیت شما تحت این شرایط بهبود یابد؟ همیشه جواب نبود. در سال اول یا دوم حکومت طالبان هنوز امیدواری هایی وجود داشت که بتوانیم با طالبان صحبت کنیم و آنها هم قول می دادن. اما حالا آینده ای که این زنان و دختران افغان برای خود می بینند در خارج از کشور است. بنابراین همه آنها ناامیدانه در تلاش برای ترک افغانستان هستند. بیش از 3 سال از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد. اما طالبان با اعمال دستورات ملا هیبت الله برای زنان تنها قید و بند وضع کردند. تمام صحنه‌نگاری نمایشگاه واقعا بر محور ایده درون و بیرون ایجاد شده است و دلیل اصلی آن این است که ما با زنان زیاد مصاحبه و گفتگو کردیم. تمام عکس‌ها و پورتری‌های 100 زن و دختر افغان همه با هزاران مشکلات گرفته شده است. بنابراین زنانی که آنجا هستند دیگر نمی‌توانند به کافه‌ها، رستوران‌ها، پارک‌ها و سالن‌های زیبایی بروند. به همین دلیل چیدمان این نمایشگاه را با رنگ آبی آراسته کردیم که نمایانگر فضای داخلی است، جایی که زنان و دختران امروزی در آن محصورند. از این نمایشگاه بیشتر جوانان بازدید می کنند. جوانانی که شاید قصه های زنان و دختران افغان برای آنها غیر قابل تصور و تکان دهنده باشد. اسما سرگند، لندن.
و اما اینجا در آمریکا رقابت‌های انتخاباتی رفته رفته به اوج خود نزدیک‌تر می‌شود. دیروز خانم کاملا هریس نامزد دموکرات‌ها به ایالت پنسیلوانیا رفت، جایی که نتایج آن به عنوان یکی از ایالت‌های کلیدی تعیین کننده است. دونالد ترامپ اما محفل انتخاباتی خود را در ایالت نیویورک، جایی که زادگاه او و برای او خانه محسوب می‌شود، برگزار کرد. او در صحبت‌های خود به شدت به خانم هریس و آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا تاخت و از سیاست‌های آنها انتقاد کرد. به گفته او فاجعه خروج آمریکا از افغانستان به جو بایدن که به گفته او رئیس جمهور خواب‌آلود آمریکا است برمی‌گردد. بخشی از صحبت‌های رو با هم می‌شنویم. کاملا هریس برای این مقام مناسب نیست. هیچ کس به او احترام نمی‌گذارد. با او اعتماد نمی کند و او را جدی نمی گیرد. همه می دانند که او فرد بازری به هوش بسیار پایین است. از تحقیر کشور ما در افغانستان تا جنگ در اوکراین، کابوس در مرزهای ما، فاجعه تورم در کشور، همه با بایدن خواب‌آلود رابطه دارد. در روزهای گذشته آنها گزارشی را نشر کردند که اگر جنگ با چین صورت گیرد به اندازه کافی قوی نیستیم. فرض کنید این درست باشد. چقدر احمق هستید که چنین گزارشی را نشر میکنید؟ باز میگویند ترامپ راست نمیگوید. نه، من باهوش هستم. در همین حال لحظاتی پیش جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در اقامتگاه خود در ایالت دلاور رأی خود را به صندوق رأی انداخت. آقای بایدن قرار بود در این انتخابات نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری باشد، اما پس از آنکه در مناظره با آقای ترامپ ضعیف ظاهر شد از ادامه رقابت انصراف داد و خانم هریس را به جای خود معرفی کرد. و اجازه بدید بریم پیش همکار ما عارف یعقوبی که از همینجا واشنگتن به ما متصل شده. عارف، از تو بشنویم تازه های این انتخابات را. انتخابات آمریکا همونطور که اشاره شد در لحظات خیلی حساس خود رسیده و استفاده از کلمات، جملات، شیوه کمپاین و مبارزات انتخاباتی خیلی خیلی مهم و حساس است و کاربرد کلمات و عبارات میتونه در این لحظات حساس خیلی خیلی سرنوشت ساز باشه، یا به سمت مثبت یا به سمت منفی. به همین دلیل یک اظهاراتی که یک کمدین یا یک طنز پرداز تونی هینچکلیف دیروز در نیویورک در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ داشت و او در جریان سخنرانی خود پورتوریکو رو گفت که یک جزیره شناور از زباله هست، این صحبت‌هایش انبوهی از واکنش‌های گسترده را در سراسر آمریکا در پی داشته. تیم مبارزات انتخاباتی خانم هریس بلا فاصله انتقاد کرده و گفته که مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ مبتنی بر نگاه‌های نجات پرستانه و صحبت‌های نجات پرستانه هست، این را محکوم کرده و گفته این توهین و تأخیر مستقیم کسانی است که اصالتاً از پورتوریکو هستند. یک اطلاعاتی کوچک هم در مورد پورتوریکو که در واقع یک جزیره جزء قلمرو ایالات متحده آمریکا هست، اما در خود پورتوریکو مردم حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، اما کسانی که اصالتاً از پورتوریکو هستند در داخل ایالات متحده آمریکا خیلی زیاد هست، حدوداً 8 میلیون. حالا این اظهاراتی که نجات پرستانه خوانده میشه از طریق یکی از کمدین ها در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ اظهار شده، خیلی ها میگن که ضربه شدیدی به کمپاین و مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ وارد کرده. گرچه آقای ترامپ حالا تلاش میکنه از اون فاصله بگیره، گفته که این نمایندگی از من نمیکنه، اما خیلی ها میگه این سخنرانی قبلا توسط استراتژیست های جمهوری خواه ملاحظه شده بوده و بنابراین به نحو سخنگوی تیم در واقع مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ هست. بنابراین این استفاده کلمات، جنگ کلمات و در واقع بازی کردن با احساسات مردم فعلا خیلی خیلی در مرحله سرنوشت ساز قرار گرفته. در خصوص کارزارهای امروز انتخاباتی هم عارف اگر برای ما بگی این که هر کدام از کاندیداها در کجا مستقر هستن امروز لطفا. امروز همچنان در ایالت میشیگان و همینطور در ایالت‌های کلیدی روی هم رفته هر دو نامزد در میشیگان، آریزونا، فلوریدا در نقاط مختلف یا خود نامزدها یا نمایندگانشان در واقع
کمپاین مبارزات انتخاباتی داره. مثل روزهای گذشته تمرکز اصلی همچنان در ایالت‌های کلیدی هست و نظرسنجی هم نشان میده که رقابت‌ها خیلی تنگاتنگ است در حد 50-50. ممنونم از تو همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن همراه ما بودی. اما نامزد شدن در انتخابات آمریکا از نظر مالی هزینه بردار است. بر اساس گزارش‌های جدید، انتخابات 2024 آمریکا قرار است به پرهزینه‌ترین انتخابات در این کشور مبدل شود. با این حال، کمک‌های مالی که دونالد ترامپ و کامالا هریس دریافت کرده است، چه مقدار است و هزینه کارزارای آنها به چه پیمانه است؟ همکارم منیر احمدی در گزارش به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته است. رئیس جمهور شدن در آمریکا پول زیادی می خواهد. برای به دست آوردن این پول، نامزدها گزینه های مختلفی دارند. نخست، نامزدها با پول شخصی خود بودجه کارزارهای انتخاباتی خود را تامین می کنند. گزینه دوم، از کمک کنندگان خصوصی اعانه دریافت می کنند. منبع سوم، کمیته های اقدام سیاسی یا پکس هست و گزینه آخری بودجه دولتی است. با تشدید رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، کاملا هریس و دونالد ترامپ دو نامزد پیشتاز حمایت‌های مالی قابل توجهی به دست آوردند. از بازارهای بزرگ مالی وال استریت تا دره سیلیکون و اعانه دهندگان کوچک، اما تعداد فزاینده‌ای از میلیاردرها از این دو نامزد حمایت کردند، شماری علنی و برخی هم مخفیانه. مجموع کمک‌های مالی که تا 16 اکتبر این سال حزب کاملا هریس یعنی دموکرات ها دریافت کردند 1.7 میلیارد دلار است، در حالی که مجموع کمک های دریافتی حزب جمهوری خواهان یعنی دونالد ترامپ 1.4 میلیارد دلار می شود. تا حالا کاملا هریس حمایت حدود 80 میلیاردر و ده ها مؤسسه و شرکت را به دست آورده است، اما دونالد ترامپ با آنکه خود میلیاردر است حمایت حدود 50 میلیاردر را به دست آورده است. عمدترین حامیان مالی دموکرات ها یعنی کاملا هریس در صدر جدول مؤسسه مجوریتی فاروارد است که 79.2 میلیون دلار کمک کرده است. صندوق اصلاح پالیسی مربوط به جورج سورس 60 میلیون دلار. مؤسسه اقدام برای آینده آمریکا حدود 56.2 میلیون دلار. بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت 50 میلیون دلار و مایکل بلومبرگ مالک گروه شرکت های بلومبرگ 43.7 میلیون دلار کمک کرده است. اما عمدترین حامیان مالی جمهوری خواهان یا دونالد ترامپ، تیموتی ملون وارث خانواده ملون 172 میلیون دلار، مریام ادلسون پزشک آمریکایی اسرائیلی 134.8 میلیون دلار، ریچارد و الیزابت یولن بازرگانان حمل و نقل 128.4 میلیون دلار، کنت گریفن مدیر اجرایی شرکت سیتیدل 101.7 میلیون دلار و ایلان ماسک مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس 119 میلیون دلار. با این حال دونالد ترامپ در مصارف کارزارهای خود صرفه‌جویی کرده است. مجموع مصارف کارزار کاملا هریس مبلغ 880 میلیون دلار شده و مصارف کارزارهای دونالد ترامپ حدود 354 میلیون دلار. بر اساس تحلیل جدیدی که نهاد اوپن سیکریتس منتشر کرده، مقدار پولی که بر رقابت‌های سال 2024 انتخابات آمریکا ترزیق می‌شود، نشان می‌دهد که این انتخابات در حال مبدل شدن به گرانبهاترین و پرهزینه‌ترین انتخابات این کشور می‌باشد. منیر احمدی. و شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرد که حزب لیبرال دموکرات ازبکستان با کسب 42.7 درصد آرا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 64 کرسی از 150 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورده است. در انتخابات پارلمانی ازبکستان حزب ملی احیای دموکراسی 29 کرسی، حزب سوسیال دموکرات عدالت 21 کرسی و حزب دموکراتیک خلق 20 کرسی و حزب محیط زیست 16 کرسی را به دست آوردند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه هفته جاری نیروهای کوریای شمالی را وارد میدان نبرد خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی افزوده که اطلاعات اوکراین نشان می‌دهد که این نیروها در مناطق جنگی مستقر خواهند شد. پیشتر کشورهای غربی از خبر اعزام نیروهای کوریای شمالی به اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده بودند. نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم جمعی مردم در انتخابات پارلمانی این کشور در مورد کمترین اعتماد به حزب لیبرال دموکرات را میپذیرد. نخست وزیر ژاپن گفت که حزب حاکم اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه از دست داده است. او این تصمیم مردم را مجازات و خشم رای دهندگان نسبت به حزب حاکم دانست. امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست جمهوری اسلامی و در پی حملات تلافی جویانه اخیر اسرائیل جلسه اضطراری برگزار می کند. این جلسه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک و با هدف بررسی و واکنش به تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل برگزار می شود. همراه می شویم با همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم وقتت بخیر. در مورد جلسه اضطراری شورای امنیت چه میدانیم؟ اعضای این شورا قرار است روی چه موضوعات مهم بحث و گفتگو داشته باشند؟ وقت تو هم بخیر طارق. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 2 ساعت دیگر اینجا در مقر همین سازمان برگزار خواهد شد. این نشست به درخواست جمهوری اسلامی و با حمایت کشورهای روسیه، چین و الجزایر برگزار میشه تا به حملات اخیر اسرائیل به خاک ایران رسیدگی بشه. پیش بینی میشه که در این جلسه جمهوری اسلامی ایران در مورد نقض حاکمیتش توسط اسرائیل و اینکه حق پاسخ را برای خودش محفوظ میدانه صحبت بکنه و از طرف دیگه اسرائیل هم اعلام کرده که قصد داره ایران را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی بکنه و خواهان تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران باشه. اعضای دائم شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به احتمال زیاد دیدگاه‌های متفاوتی را در این جلسه ارائه خواهند کرد. آمریکا احتمالاً از اسرائیل حمایت خواهد کرد و روی تهدیدات ایران بر منطقه تاکید میکنند و در حالی که روسیه و چین شاید با اسرائیل مخالفت کنند و این حملات را محکوم بکنند. کشورهای اروپایی مثل فرانسه هم ممکنه که روی اهمیت دیپلماسی و جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه تاکید بکنند. موضوع دیگری که در این جلسه مهم هست موضوع شکایت عراق هست که به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل شکایت کرده علیه اسرائیل، چون که میگه اسرائیل برای حمله کردن به جمهوری اسلامی ایران از حریم هوایی عراق استفاده کرده. بغداد این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خودش میدانه و از دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت خواسته که به این موضوع رسیدگی بکنن، گرچه که نخست وزیر عراق دستور داده تا موضوع از طریق دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا هم پیگیری بشه. اما طارق، دقایقی قبل دبیر کل سازمان ملل هم نسبت به افزایش تنش‌ها در منطقه هشدار داد و خواستار خیشتنداری ایران و اسرائیل شد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که این جلسه چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت و آیا اعضا میتونن به توافقی در مورد به نشر رساندن یک بیانیه مشترک یا قطعنامه‌ای در مورد تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به نتیجه برسن. همونطور که میدانی اعضای شورای امنیت به 2 دسته تقسیم شدن. بعضی ها متحدان جمهوری اسلامی هستند، از جمله چین و روسیه و همچنین ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم طرفدار بیشتر باید گفت که اسرائیل هستند. به همین دلیل معمولا قطعنامه صادر کردن یا هم بیانیه مطبوعاتی حتی برای اعضای شورای امنیت بسیار مشکل هست. ممنون استم از جزئیات و توضیحات مریم. لحظات پیش، دقایق پیش خبر داشتیم در ارتباط با جنگ اوکراین و روسیه. در همین ارتباط مارک روته دبیرکل ناتو تایید کرده که نیروهای کوریای شمالی در منطقه کورسک روسیه مستقر شده است. روته پس از آن که مقام‌ها و دیپلمات‌های ناتو از یک هیئت کوریای جنوبی گزارش دریافت کردند، به خبرنگاران گفت که تعمیق همکاری نظامی بین روسیه و کوریای شمالی تهدید برای امنیت هند و اقیانوسیه و یورو اتلانتیک است.
پیونگیانگ تا همین جا میلیون ها واحد مهمات و موشک‌های بالستیک رو به روسیه تحویل داده که یک جنگ گسترده رو در قلب اروپا شعله‌ور کرده و صلح و ثبات اون رو تضعیف می‌کنه. در عوض پوتین با تکنولوژی نظامی و دیگر انواع حمایت‌ها به کره شمالی کمک می‌کنه که تحریم‌های بین‌المللی رو دور بزنه. این نشونگر اهمیت اینه که دموکراسی‌ها باید در کنار هم بایستن تا از ارزش‌های ما دفاع کنند و با چالش‌های مشترک امنیتی مقابله کنند. بر اساس گزارش‌ها کشورهای از جمله کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران برای جنگ با اوکراین اسلحه در اختیار روسیه می‌گذارند. از سوی دیگر ناتو حضور کره شمالی را در روسیه تایید می‌کند و می‌گوید که تا هنوز شمار دقیق این نیروها مشخص نیست. گزارش‌هایی وجود داشت همیشه که کشورهای مثل کره شمالی یا جمهوری اسلامی ایران تسلیحات در اختیار روسیه می‌گذارند برای جنگ اوکراین، اما حضور مستقیم نیروها به نظر می‌رسه که مرحله جدیدی از جنگ را در حقیقت باز می‌کنه، حالا که ناتو به عنوان یک سازمان بزرگ امنیتی و دفاعی جهان تایید می‌کنه حضور نیروهای کره شمالی در روسیه و در منطقه کورسک روسیه را. به نظر می‌رسه که مسئله مهمی است که ارچند ناتو شمار نیروها را هنوز تایید نکرده به صورت مشخص که چقدر هستند. خب مارک روته ای را نشانه شکست روسیه میدانه و میگه که پوتین پس از اینکه نزدیک به 600 هزار نظامی روسیه به گفته او کشته شده، دیگر توان حفظ جنگ به تنهایی نداره و نیاز به کمک بیرونی داره. ولی از یک جهت هم میدانه که پیامشی باشه که کشورهای عامی روسیه دیگه حالا در یک سطح بالاتر تلاش میکنن که مرزهای کمک نظامی را جا به جا کنن و به مرحله جدیدی از کمک‌های نظامی پای بگذارن که به ناتو و به تمام طرف ها بسیار نگران کننده بوده. مرزیا، در پایان این مجموعه خبری ما تصاویر ببینیم از افزایش گردشگران خارجی در چین. همینطوره طارق، گردشگران زیادی اخیراً در پی ایجاد سهولت ویزا به چین رفتن تا از جاذبه های توریستی و به خصوص بازی های آکروباتیک در این کشور دیدن کنن. متشکرم از همراهی شما با این مجموعه خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت و شبکات اجتماعی افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر. بله، همچنان خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید و تا لحظات بعد هم برنامه تحلیلی اسپرن به زبان پشتو آغاز میشه. میتونید که بیننده برنامه هم باشین و در نهایت با افغانستان اینترنشنال بمانید و با خبر بمانید. وقتتان بخیر.